سلام، مشتاق علوم غریبه یا هستم. همه چیز درباره دنیای بعد از مرگ، تک تک خدایانی که در این دنیا میپرستید، انرژی حیاتیتون رو تقدیمشون میکنید. مالکان دنیاهایی در بعد چهارم هستن که بعد از مرگ اونجا میفرستنتون. 80 سال وقت دارید خانه بعدی خودتون رو انتخاب. شاید مهمترین هدف من از این که الان اینجا باشم اینه که به تو کمک کنم خدای درست رو انتخاب کنی. شاید این سالهای عمرت رو زجر کشیدی، ولی حداقل به جای فوق‌العاده‌ای بدی. ما ایرانی ها کلمه مهاجرت رو خوب با گوشت و پوستمون درک کردیم. مهاجرت به ترکیه، آلمان، کانادا، استرالیا یا آمریکا، خانه به دوشانی که این زجر رو کشیدن میدونن اگه کشور غلط رو انتخاب کنید، باز چند سال بعدش باید این درد رو بکشید. اما این مهاجرت نسبت به هجرت روح از بعد سوم به چهارم هیچه. اگر مسلمان زاده بودید و ته قلبتون کوچکترین ایمان به وجود الله داشتید یا عشق و ارادت نسبت بهش، بعد از مرگ میرید به دنیای بعد چهارمی الله، بهشت یا جهنم. من یه انسانم، تویم که اینو میشنوی یه انسانی. الله نه تنها در این دنیا انسان رو به بردگی کشید، بلکه تو دنیای بعدش هم انسان رو عذاب میکنه. یک دیکتاتوری بی پایان، بزرگترین کلاهی که سر انسانها رفت، به وعده رفتن به زندان بعدی دوران محکومیتشون رو به آرامش گذروندن. داستان فاوست رو شنیدید که روحش رو به شیطان فرو، البته حداقل از جهنم الله فرار کرد، ولی از چاهی به چاه دیگه. علوم غریبه وسعت دید انسان رو نسبت به ماورا بیشتر میکنه و متوجه میشید انتخاب بین الله و شیطان نیست. میلیون ها انتیتی و دیتی اون بیرون وجود دارن، موجوداتی که هم به زندگی ما در این دنیا کمک میکنن، هم دنیای بعد از مرگشون به شدت جذاب و دوست داشتنیه. حالا افرادی که ایمان ندارن بعد مرگشون کجا میرن؟ پرگاتوری، برزخ. مطمئنم تو خوابهاتون به دفعات بهش سفر کردید. یک هرج و مرج مطلق، فارغ از زمان، لوپ‌های بی پایانی که درش آرزوی مرگ میکنید، ولی مرگی وجود نداره. جسم انسان یک کلیده که روحش رو بر میگردونه به بعد سوم، ولی وقتی مردید در پرگاتوری اسیر خواهید بود تا ابدیت. تنها راه نجاتشون اینه که یک بعد چهارمی به دنیای بعدی دعوتشون کنه با یک سکه. به بحث کیمیاگری، سکه های جادویی و توت خواهیم رسید در انتهای همین اپیزود، ولی فعلا میخوام تصویری رو ببینید که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته. بله، در ابتدا پرگاتوری بود. در پورتالی وجود داره به اسم ستیکس، جادوگران به اسم رودخونه اول میشناسنش. رودخونه که یک نگهبان داره به اسم کرن. کرن کشتیران، تنها انتیتی که ارواح رو از پورتال ها رد میکنه. یک سکه هم از هر روح میگیره. الان متوجه شدید هر روح الزاماً به دو سکه نیاز داره، یکی برای فرار از پرگاتوری و یکی برای گذر از رودخونه. کم کم متوجه میشید چرا بعد از مردن هر آدم دو سکه رو چشماش میذاشتن. بعد از رودخونه وارد بعد چهارم میشیم، جایی که تمام دنیاهای خدایان بعد پنجمی منتظر ما هستن. بعضی از این دنیاها برای انسان از یک جهنم مطلق تاریک داره و بعضی خوشون از بهشت به مراتب زیباتر. یادتون باشه تنها ارواحی نیاز به این دو سکه دارن که در زمان حیاتشون با
یک خدای بعد پنجمی نبسته باشند و به هیچ چیز اعتقاد نداشته باشند. بله، لایک ها به سرعت پشیمون میشن و چند ساعتی که تو پرگاتوری بگذرونن آرزوی مرگ میکنن، مرگی که وجود نداره. ای کاش میتونستم این دوتا سکه رو برای همه جنازه های بشر دفن کنم. حتی اگه مثل مسلمان ها اشتباه کرده بودن، با خدای غلطی بسته بودن، این شانس دوباره رو داشتن دنیای بهتری برن. عزیزانی که همین لحظه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم در جهنم الله دارن شکنجه می‌شن. مادرمون که هیچی نمی‌دونست، برادرمون، خواهرمون، پدرمون، عشق زندگیمون که در اسلام زاده شد، جستجوی مغزیش دادن، یه چیزی از طعم خوش این زندگی نچشید و بعد مرگش هم این اسارت و بردگی ادامه داره. دو سکه دفن کنید برای هر کسی که انسی عشق بهش دارید و میخواید یه بلیت بهش بدید که بتونه خودش رو از این فلاکت ابدی نجات بده. نذارید دستشون خالی باشه. فرزندی که برای پدر مادرش این کار رو نکنه به معنی کلمه بیشرفه. جادوی عملی، نجات دادن گونه حیاتی خودمون بشر. این جادو از توت کبیر برای انسان باقی مونده. لوت رو به نام خداوند جادو، خداوند خرد و خداوند ماه میشناسن و برای صدها سال در مصر پرستش میشده. البته توت یک انتیتی بعد چهارمیه، نه یک دیتی بعد پنجمی. از جزیره آتلانتیس یکی از نوادگان فرزندان نور بوده که 13 لوح زمردین از خودش به جا میذاره و تمام اسرار کائنات بعد سوم رو برای بشر شرح میده. یکی از این الواح اصلا پیدا نشده. دو لوح در اختیار عموم نیست به دلیل عمق اسراری که بشر هنوز آماده پذیرشش نیست و 10 لوح ترجمه شده که اسرار کیمیاگری و علوم غریبه رو برای انسان آموزش داد. 10 لوح شگفت‌انگیز که در طول تاریخ کم کم خودگشایی میشن و یادگاری اصلی که برای جادوگران به جا میذاره ساخت سکه های جادویی و انگشترهای جادویی. کاهن های مصر و فراعنه از این انگشترها برای حکمرانی استفاده میکردن و سکه ها در اختیار تمام مردم بودن برای گذر روح به دنیای بعدی. بعدها توت به بشر کمک میکنه اهرام رو بنا کنه و این 13 لوح زمردین در اهرام پنهان میشه.
سکه های جادویی به دنیای یونان باستان هم میرسه و تا قرنها بعد هر انسانی رو دفن میکردن با دو سکه روی چشمانش دفن میکردن تا به دنیای بعد بره. البته پوت آیین های قدرتمند دیگه هم مثل مومیایی کردن به مصری ها میآموزه. ولی داشتن این دوتا سکه حق مسلم هر انسانه به زمان مرگش بتونه دنیایی که قراره بهش هجرت کنه رو مشخص کنه. فکر کنید قرار از ایران برید آمریکا، حتی پول هم نداری، سختی راه به کنار اصلا ممکن نخواهد بود. این وظیفه به گردن هر انسانیه به زمان مرگ عزیزانش این دو سکه رو بهش هدیه بده. توت 7 دنیای بعد از مرگ رو به بشر پیشنهاد میده. هرچی تو این دنیاها جلوتر برید، هر دنیا بی‌نظیرتر از دنیای قبلی. حتی اولین دنیاش به نام آنتاناس یا جهان جادو به مراتب از بهشتی که الله معرفی میکنه خوشایندتره. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این دنیا اتصالشه به بعد سوم. ارواحی که میتونن در سرنوشت ما دخل و تصرف داشته باشن، ساکنین دنیای آنتاناس در بعد چهارم هستن، جادوگران مرده. دنیای دوم کورتسه، جهان قدرت و آزادیه. دنیای سوم جهان چایتاله که به دنیای آل معروفه. دنیای چهارم گویاناس که رودخونه نوره، دومین رودخونه بزرگی که انسان‌ها باهاش مواجه خواهند بود. دنیای پنجم یوورتال، دنیای زمان و مکان. دنیای ششم سموتا، جهان برتر. شاید اگر چیزی در بعد چهارم بی‌نقص باشه سموتاست. و دنیای هفتم آردال، دروازه ورودی بعد پنجم. حرف زدن درباره دنیا و بودجارم اصلا توصیف خوبی نیست. من ترجیح میدم شاگردانم رو به سفر معنوی در این دنیاها ببرم و چشم سومتون رو باز کنم تا خودتون برای چند ساعت اونجا زندگی کنید. عاشقان ماورا، منتظر دروازه هفتم باشید. میخوام ببرمتون به دنیای آنتاناس. فکر نکنم هیچ استاد علوم غریبه‌ای در تاریخ همچین تریبونی داشته باشه و تکنولوژی بهش اجازه داده باشه که چنین اقدام گروهی رو همزمان انجام بده. چقدر خوشحالم که هممون الان در عصر آکواریوس هستیم و میتونیم پیشگامان استفاده از تکنولوژی روح باشیم. سفر گروهی خواهیم کرد به دنیای آنتاناس. تا الان وصف بهشت رو شنیده بودید، حالا میخواییم 6-7 ساعت در چیزی زیباتر از بهشت قدم بزنیم. میلیون ها دنیا وجود داره در بعد چهارم. پوت یکی از موجوداتی که فقط 7 تاشون رو به انسان نشون میده. دانستن این مسئله که مجبور نیستید بعد از مرگ به بهشت و جهنم الله برید چقدر روح رو سبک میکنه. کیمیاگری اسلامی ایرانی به مرور تبدیل میشه به شیمی امروزی و روح رو از فرایندش عزب میکنه، در صورتی که آلهیمیا معجونهایی که خاطرات و احساسات یک کیمیاگر رو با فلزات برج میکنه. تسبیح، تلالی، حزم، تقدیر، تخمیر، تسعید، ضرب در دایره البروج سعد
یه خوتوماس نباتی معدنی حیوانی به ما میده که تا سرخه باید سیجیل استاد رو نقش کرد رو گوشت فلز. حاصل 6 ساعت ورجینگ میشه یک سکه برونز یا نقره یا طلا. سیجیل های دائمی که اصای دست عشاق علوم غریبه در طول تاریخ بودن، جز لاینفک ریچوال های خونی تو جعب ابزار هر جادوگری. سکه های جادویی متشکلن از دو جز، فلز کیمیا شده و اذن استاد که به شکل سیجیل حک میشه. برای همین صورت یک انسان بر سکه های رای زرد میشده. شما به وساطت اون به دنیای بعد از مرگی که اون سلام میدونسته میرفتی. حاکم شما در این دنیا و در دنیای بعد. مثلا اگر سکه پادشاهان کاتولیک رو میذاشتید رو مرده، به بهشت یا جهنم الله میرفت. همینطور سکه های منقوش به صورت خمینی و خامنه ای، فکر میکنید شما رو کجا میبره؟ ما بعد از مرگ در بعد چهارم بسیار تنهاییم. نمیدونیم چی کار باید بکنیم و واقعیت دور و برمون رو نمیتونیم با حواسمون درک کنیم. هیچ پول و ثروت و شهرتی، هیچ دستاوردی از بعد سوم به کمک ما نمیاد اونجا. تنها هادی ما اشیاء جادویی که ابزار روح ماست اونجا. عزیزانمون رفتن تنهان این کمک رو میکنیم. یک بلیت بهشون میدیم. از قرنها سردرگمی در پرگاتوری نجات پیدا کنن. یکی دیگه از اشیاء معرکه‌ای که تود به بشر در کیمیاگری یاد میده، ساخت سنگ فلاسفره. افسانه‌اش رو همه شنیدن در طول تاریخ و بعد چند جادوگر بودن که تونستن واقعا بسازنش. جاندی، ادوارد کلی، نیکولاس فلامل و الیستر کرالی. بذارید یه سوالی ازتون بکنم. آیا واقعا زندگی جاودانه خوبه؟ به هیچ وجه. ولی سنگ فلاسفر فقط زندگی جاودان نمیده، بلکه ثروت بی انتها هم میده. برای همینه که تمام عشاق علوم غریبه در طول تاریخ دنبال ساخت سنگ فلاسفر بودن. این جمله خودم به سالها در این تحقیق شبان و روز کردم. داد باورتون نشه، ولی نیوتن 30 سال از عمرش رو وقت ترجمه الواح زمردین توت کرد و ساخت سنگ فلاسفه که موفق نشد. تنها اینگریدینت لازم برای ساخت شوره است. بله، ادرار انسان یکی از قدرتمندترین مایعاتی که در علوم غریبه کاربرد داره. ماشین بدن انسان یک ورودی و چند خروجی داره که تک تک این خروجی ها خواص متافیزیکی دارن. علم هنوز قادر به درکشون نیست. اینکه چی بخوریم و این مکانیزم پیچیده سنگ فلاسفر برامون بسازه، کمی از یک معجزه نداره. آنچه بالا هست پایین هم هست. کائناتی درون ماست و ما خدای این کائنات. ادرار بعد از 8 سال تقدیر دائمی و خلوص مکرر با نمک یک سنگ سیاه تولید میکنه. در قدم بعد پیلوها سنگ سیاه به چند گرم سنگ سفید تبدیل میشه. در نهایت خلوص و خلوص و خلوص کیلوها سنگ سفید رو به چند سوت سنگ سرخ فلاسفر تبدیل میکنه. آرزوی منه که در این عصر یکی از شاگردان من باشه، معمای فلاسفرستون رو حل میکنه و بتونه هر فلزی رو به طلا تبدیل کنه
از عصاره سنگ اکسیر حیات استخراج کنه و بشریت رو به یک گونه نامیرا تبدیل کنه. دلم نمیاد که دست خالی این اپیزود رو تموم کنم. میخوام یه هدیه بدم، یادگاری برای شخصی که بیشترین نیاز رو بهش داشته باشه، یکی از سکه های خودم، به شخصی که واقعا مستحق دریافتش باشه هدیه میکنم. قابل درکه همه ما عزیزانی داریم که دلمون میخواد فرصت دوباره بهشون داده بشه، ولی امکانات من محدوده و از بین کامنت ها لایق ترین فردی رو که توضیح میده برای کی و برای چه کاری این سکه رو لازم داره انتخاب میکنم و این شیء مقدس رو به دستش میرسون. موفق باشید. ای روشنگر دنیای من به جهان.